دوستان گرامی بیننده، درودهای فراوان بر شما. مسئله خیلی جالبی رو پیدا کردم در سایت کانال جنبش کتابخانی ایران. بسیار جالب بود برای من، گفتم اینو با دوستان عزیز هم شریک بشم. حضورتون عرض کنم که ژان پل دوم، پاپ اعظم سابق، نه این قبلیه، که در جایی هم من خونده بودم که زمانی با فاشیستای هیتلر همکاری میکرده و خب کلیسا رو که میدونیم که با این داستانهایی که پدیفایل میکنن و بچه ها رو ابیوز میکنن و به هر صورت اینا دیگه هر کسی تو این دنیا، دنیای امروز که زندگی میکنه، اینا رو تقریبا میدونه و میدونه که اینا چطور از این برای اینکه حمایت بکنن از این کسانی که این کارهای شنیع رو انجام میدن پانیششون کنن، اینا پشتیبانی میکنن ازشون و همینطور این کار ادامه پیدا کرده در کلیساها. حالا اگه بک‌گراند کلیسا رو بریم که چرا اصلا کسانی که هموسکسوال بودن و اینا میرفتن اونجا برای اینکه پناهی داشتن در گذشته، آزادیایی که امروز دارن ندارن، بماند اون داستان جداست. امروز من میخوام برای شما داستانی رو از همین کانال جنبش کتابخانی ایران براتون بخونم که به نظرم جالب اومد و میخوام شما هم ببینید مسئله چیه. قضاوتش رو میذارم به عهده خودتون. میگه ژان پل دوم، پاپ اسبق کاتولیکی های جهان، در سال 1998 به کوبا سفر کرده بود. من یادمه و من تعجب میکردم که کلیسا و یک کشور سوسیالیستی چطوری میتونن این دوتا با هم کنار بیان. به هر صورت در ملاقات پاپ با کاسترو، وی از باب ارشاد و نصیحت به کاسترو گفت. اومده بود کاسترو رو ارشادش بکنه و نصیحتش بکنه. آیا شما به کلیسا ایمان دارید؟ این پاپ سوال میکنه از کاسترو. فیدل کاسترو با زیرکی جواب داد: آیا شما خود به خداوند ایمان دارید؟ پاپ که از این پاسخ جا خورده بود چند لحظه سکوت کرد و گفت: مردم عادی به خداوند ایمان دارند. چطور ممکن است من که در مقام جانشین عیسی مسیح هستم به خدا ایمان نداشته باشم؟ سپس کاسترو گفت: خیالم راحت شد، زیرا به خاطر سکوت شما در برابر تجاوزات نظامی آمریکا در گوشه و کنار جهان و کشتار انسانها و نشان ندادن واکنش در برابر این جنایات و عدم حمایت از مظلومین جهان، تصور می کردم شما بی خدا هستید. پاپ که از سخنان کاسترو برآشفته شده بود و این عبارت را توهین به خود و پیروان کلیسای کاتولیک تلقی می کرد، خواست جلسه ملاقات با کاسترو را ناتمام ترک کند. اما کاسترو او را به تحمل و نشستن دعوت کرد و خطاب به او گفت: اگر شما خود را نماینده عیسی مسیح در زمین می دانید و معتقد هستید میلیون ها نفر در جهان پیرو دارید و بسیاری از رهبران جهان و از جمله رئیس جمهور آمریکا و مقامات این کشور به شما ایمان دارند و جایگاه شما را تقدیس می کنند، از آنها بخواهید هزینه های جنگی را کنار گذاشته و در مبارزه با فقر و نجات انسان ها به کار بگیرند. این حرفایی بود که کاسترو به آقای پاپ ژان پل دوم گفتش، پاپ سابق. پاپ جواب داد: کلیسا در سیاست دخالت نمی کند.
که البته باید این رو بگم که هیچ چیزی در دنیا نیست که به سیاست دخالت نکنه. کسی که میگه من به سیاست دخالت، اینو البته در پرانتز دارم میگم، کسی که بگه من به سیاست کاری ندارم، اون خودش یه نوع سیاسته. یعنی به نظر من کسانی که مخالف هستن یا موافق هستن در هر ایشوی، در هر مطلبی، اگر کسی موافقه یا مخالفه، به نظر من این دوتا آدم خیلی قابل احترامتر از کسی هستش که من والد سیاست نمیشم یا من به این کارا کاری ندارم. یه آدمی بیطرف خیلی به نظر من، از نظر من رده. من حتی مخالف خودم رو بیشتر از آدم بیطرف دوست دارم. این البته پرانتز بود. حالا اجازه بدید که دنباله رو بخونیم، که کلیسا در سیاست دخالت نمیکنه. و اینجا کاسترو نیز اینجا البته میگه تیر خلاص را شلیک کرد و خطاب به، من از این کلمه تیر خلاص را شلیک کرد اینا خوشم نمیاد. میگه آخرین ضربه رو مثلا نظر فکری به او زد، تیر خلاص کردن و شلیک کردن اینا، اینا جملات جنگی اصلا، مال اصلا این جملات باید یواش یواش از محاوره انسان‌ها بره کنار. باز از مسئله خارج نشیم. اگر کلیسای کاتولیک با میلیون‌ها و در سیاست دخالت نمی‌کرد، کاری به سرنوشت مردم و بلایی که امپریالیست غرب و سرمایه‌داری بر سر فقرا و کشورهای جهان سوم می‌آورد ندارد، پس چنین کلیسایی یه نقش فانتزی و تشریفاتی دارد و چیزی شبیه تشریفات جشن سال نو و یا هالووین و روز شکرگزاری و امثال آن است. و چنین کلیسایی چه کار به ایمان من دارد؟ میگه حالا که کلیسا یه نقش فانتزی داره و اینطوریه، پس چرا از من سوال میکنی که من به کلیسا اعتقاد دارم یا ندارم؟ از به یه از یه فانتزی، من اعتقاد به فانتزی دارم یا ندارم؟ پس از این ملاقات، پاپ ژان پل دوم، پاپ از اسبق، در بازگشت به روم خطاب به خبرنگاران گفت اگرچه کاسترو به کلیسا ایمان ندارد، اما به تصور من از انسان‌های مورد توجه خداوند است. همیشه همینه میگن. آخه اینکه بیشتر اینا میگن که خدا تو رو دوست داره، بعد در جای دیگه در مرتب و مرتب میگن که در عذاب جهنم میسوزی، دوباره زندت میکنه و میسوزونت برای اینکه کار خطا کردی، برای اینکه عبادت نکردی مثلا. خب اینا مسائل جدا. فقط خواستم این مسئله رو با دوستان عزیزم شریک بشم. امیدوارم که یه مقداری راجع به این مسائل دوستان عزیز من تعمق بیشتری به کار ببرن، ببینن واقعا ما در چه جهانی زندگی میکنیم و چه کسانی دارن زندگی ما رو میگردونن. شاد و سربلند باشید. با همتون به درود میگم.